به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی اصلاح تیوی، نوتا به امام علی رحمانوف به مناسبت روز تولدش، السلام علی من اتبع الهدى. 5 اکتبر باید همچون روز سیاه در تقویم دولت تاجیکستان ثبت بشود و در این روز پرچمهای دولتی پایین فراورده شوند. برگزاری برنامه های فراغتی و دیگر چاربینی های خرسندی را هم باید قطع کرد، چون که نفر به دنیا آمده است که در این روز که اینک 28 سال می شود ملت و دولت تاجیک از دست او روز خوش ندارد و روزگارش تیره و تار است. درست پی بردید که اینجا سخن از امام علی رحمانوف می رود که امروز روزی تولدش است و 67 را پره کرده به 68 قدم نهاد. از این عمر 68 ساله 28 سال آن را در قدرت سپری کرده است، ولی اصلا در فکری به نفقه برآمدن، بازنشسته شدن، دم گرفتن، دولت پیری راندن را ندارد، بلکه برعکس قانون برآورده قصد دارد که رئیس پوجیزنی نشود تا مردن. هرچند وی میگوید که دین رجدین را جشن نمیگیرد و آدم مست روز تولد جشن میگیرد، اما من میگویم که این سخنانش مثل گپ های دیگرش دروغ محض است. وی در دروغگویی استخوان ندارد، استاد شده است. اگر برایش دین رجدینیش بی اهمیت بود، روز قبول قانون زبان دولتی را عوض کرده آورده به روز تولدش نمی چسبند. زبانی عالم شمول این ملت کجا و تو کجا؟ این ملت برای این زبان شهید دادند، زندانی شدند. آن سالها تو مخالف هم بودی، امروز شرم ناکرده همه افتخار و دار و مدار ملت را به خودت رب می دهی. افتتاح کلانترین مسجد را هم مخصوص برای همین سنه موافق نمی کرد، البته طبق بعض خبرها. حتی 1 سال یا 2 سال پیش همچنین حرف و هجای را پیش آورده بودند که 5 اکتبر روز ملت اعلان شود. وا ویلا، اصلا در دروغگویی چنان گفتم سخت استاد و ماهر شدگی است. یادتان باشد هنوز در اجلاسیه سرنوشت سوز 16 در خوجند در سال 1992 گفته بود که تاجیکستان تین شود ترک وظیفه می کنم. امروزها از این سخنش اصلا یاد نمی آورد و فقط این نکته را تأکید می کند که گفته بود تا آخرین تاجیک را از خارجه به وطن نآورد، در تاجیکستان صلح و صلاح پایدار نخواهد شد. حالا باز دوباره از آن سالها 4 مرتبه بیشتر تاجیکان را بیرون از وطن و غریب و آواره کرده است و در داخل کشور هم ملت را به سخت‌ترین حال و روز رسانیده است. اگر آن سالها 840 هزار تاجیک آواره بود، حالا تقریبا 3 میلیون تاجیک آواره در بدر، خار و زار، چورکا، جمشود و روشن شدند و سنگین ترین حال و روز را دارند. بگذاریم از این همه، اینجا بخشیده بر روز تولدش که حالا در حلقه آیله و نزدیکانش قانون تنظیم را تماما نقض کرده جشن می گیرد، مگر آن را رئیس کمیته دین سلیمان دولتوف می دیده باشد؟ یا قانون تنظیم به مردم کمبغل تطبیق شونده است و به پیشوا اصلا ارتباط ندارد؟ اگرچه خوب می دانم در این روز دقیقا که عرق بسیار هم می خورد، چند نقطه را برایش می خواهم تأکید نمایم. کوشش می کنم که این نوتا در اول روز برایش رسد قبل از آن که سرخوش شود. اولین کاری که در سر میز کلان و بزرگ پر از غذاها و نقل و نوا و گزک و عرق و شراب و کباب می نشینی، باید که بگذشته ات حد اقل و 29 سال پیش یک سیر خیالی کن که چی بودی و کی شدی. سایزی کستیوم و پیجکت که حالا 78-80 است، پیش 48، خوب که 50 بود، وای هم 30 رزمیر کلان شده است. دیامتر گردنت و دور کمرت را چین نما، غبغبه زنخدان و لنجهای آویزانی هر دوی بری رویت گرهی گلستوکت را پنهان میکند. پشم قاشهایت را ببین که چرب میکنی، رنگ میزنی، کلی میشکی. اما خوب که دیگر سالت رفتگی است، اما اصلا رفتنی نیستی و در سرت هم این فکر را نمیپرورانی. تا مردن
مادام العمر باید بمانی. من یاد دارم که در معرکه های ما دپه دبافکا می دادند برای آدم هایی که دیر سر می شوند. فکر میکنم تمامی دپه های تاجیکستان خوردی و هیچ نکی سر شوی. منوت به منوت آرق میزنی و اما دلت و چشمت سخت گرسنه است. ایلیکی دست و پای هایت خالی، ایلیک در وقتی بچگی پر می شده است. کسی که در بچگی ایلیکش پر نمی شده است، رنگی خودت از سحر تا بگاه حتی 28 سال پریزیدنت شود هم سر نمی شده است. نخواد تا مردنت پریزیدنت ایستی. شور پیشانی ما، بخت سیاه این ملت، چشمک من چشمک عزرائیل گفته میشینیم، ولی آخر دولت پنسیه برای چی برآورده است؟ اولی که پنسیونری رو هم معلوم که میگیری، آدم که سینش به نفقه رسید دم باید بگیرد، دم پیری میزند، قیتو دم میگیری، استراحت میکنی، یا دلت قرار ندارد که تو بروی شمس الله و جمال الدین و ظاهر و اشرف و رمز و دیگر زهر مارهای دیگرتان چیکار میکنند؟ بین هم سازش کردن نمیتوانند. رستم هست کو؟ قانونی تگ پاهایش توری کردگی اداره کرده رفتن میگیرد. با خودت که مادام العمر شده ای با قانون پیشوایت هیچ چی نمیشود. میگردند و بیزنسمن های کتا کتا شده فقط این که دالیا را بر رستم میدهند. برای همین دومین کاری که میکنی فکر استراحت و استعفا را بکن. دم گیر، سالت بجای رسید. خدا و رسول گو. گاه نغمه و اصول، گاه خدا و رسول میگویند. فقط نغمه و اصول نمیشود امام علی، عاقبتی ناخوب دارد. از آن دنیا امید نداری چی؟ از بحر خیلی از دوستانت که عرق خورند برا، چون آنها اصلا حتی اشاره برای توشه آن دنیایت نمیکنند. آنها فقط مخلصی صورت حساب های آفشاریت هستند. به صورت حساب آن دنیایت کار ندارند که چقدر ذخیره کرده ای، چی توشه میبری. هرچند معلوم که کیها سوختگی، لیکن خدا لکبخش است. حاضر فراو، خلق را رها کن، اول غسل کن و کلمات را عرضه کرده نمازخانه را یاد گیر و استغفار نما. دستهایت را در بالای فرجت نگذار چنانه که در مدینه نماز خوانده بودی، و پس از غسل کردن و کلمه عرضه کردن جای نماز را پرتاب و در نماز شین. چلیک های پای های طرف قبله نمی خمبند، می دانم هیچ گب نه، میده میده عادت میکنی. سکین سکین گفتی برادران شمالی آموخته می شوی. اشکمی در بالای زانوها آویزانت در رکوع و سجود دشواری کند هم تاب بیار، آب می شود. گردن غفصت هم وقتی سلام دادن درد می کند. اما باور کن، خالصانه می گویم که در نامه اعمالت نوشته می شود. حاضر فرشته ها یا کرامان کاتبین فقط در کتف چپت نوشته ایستادند، چون در تو عمل خیر و حسنات بمانند دانه ارزن وجود ندارد. نماز خوانی در کتف راستت هم انشاء الله امیدوارم که می نویسند آن عمل خیر و نیکی انجام داده ات را. طاقت کن، به خدا تقرب جوی. او تو حاجی کو؟ نمیدونم دوجدی یا تریجدی، ولی حاجی هستی، زیارت کردی، حاجی امام علی شدی، شبها به نوبت به نبره هایت که عددشان بشمار است اسلام بیاموز تا در حقت دعا کنند. عمرت هم به آخر رسیده استاده است. سوال و جواب کن. ربت کیست؟ دینت چیست گو؟ پیامبرت کیست؟ کتابت چی است؟ و از مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه به آن نبره هایت بیاموز، برای تو و آنها واقعا هم سودمند است. کار دیگری که میکنی برای نبره هایت حرف دروغ رو اصلا به زبان نآور. این خواهشم را فراموش مکن. برای ما مردم تاجیکستان همین قدر دروغ گفتی، شاید جوال و لینچه های دروغ هایت خالی شده باشد. اما برای آنها نگو. آنها نسل نو، نسل اینترنت، همه چیز را میخوانند و میفهمند. مخصوصا آن نوارهایی که میگویی مرا مادرم و اکم اصرار و وادار میکردند که بخونم و داخل ناخونک آدم شوم را دیده یک کمی هم باشد از تو دلخونک میشوند، چون میفهمند که گپت وهمه و راست نیست، چون که نخوندی در وقتش و آدم میشیدی و ملت را به این حال نمیرساندی. در 30 سالگیت بزور دیپلم غایبانه به دست آوردی، همان را هم بر عوض پیسته و بادام و تخم مرغ و از همین قبل خوردنی ها که از کلدی کالخاز گرفته با معلم ها می آوردی. فراموش کردی که طلبک نظرف رکتوری دانشگاه دولتی تاجیکستان یک استاد را وظیفه دار کرده بود که برایت از استادان دیگر زچات
بها گرفته دهد. اصلا کار کرسی چی است؟ رفرات چی است؟ کار دیپلومی چی است؟ تماما نمیدونی. یگان بار ننویشته ای. هم کرسی خدا رحمتی سفربکت را از شارمغزک فراموش نکرده ای. دوامش را خودت میدونی و نیاز به گفتن هم نیست. مهم خودت فهمیدی منظورم را، برایم کافی است. این گپهایی که میگویی خوانید و آموزید درست است. یعنی کلمتون حق اراد به الباطل، سخن حقی که با آن اراده باطل دارد اما با خودت صدق نمی کند و اصلا دخل ندارد، چون تو از کوچه علم و فضل و دانش نگذشته ای. یک شبهه دیگر هم در مورد اصرار مادر و اکاد که تو را خواننده اند این می باشد که اگر اصرار و پافشاری آنها بود، چرا پیر بزبله شدی؟ سالت از سال دانشجو گذشته سپس به خواندن رفتی. مگر زواشنی خواندن حساب می شود؟ زواشنیکا اساسا برای دیپلم به دانشگاه ها می آمدند، نه برای خواندن و دانش آموزی. ما می دانیم که خودت با یک عذاب با هزار زاری و تولا دیپلم گرفته ای. آن وقت علکی در کلخوز کاتب رئیسی کلخوز بودی. یک چی نیم چی بجا و پناه کرده می توانیست. در این علم استخوان نداشته است. از همان بچگیش از انبار کلخوز پیسته و بادام برده با استادان دانشگاه ها می داده است تا که دیپلم گرفته آدم شود، نه دانش آموزد. حاضر انبار ملت را خالی کرده و به چین داده استاده است. برای همین دروغی محض است که نوردین و میرم او را خان گفته باشند، چون شرایط نداشتند. پدر کسل شده و مادر هم تنهایی میکشید. آن وقت به آنها نه دانشجو بلکه دستیار در کار بود. آنها اصلا نمیتوانستند گویند که امام علی بخون، برعکس میگفتند که با ما یاری بده. رستم را هم که بجای عبیدالایف مانده و قصدی دادن جای خودت را داری، از خودت ماندنی ندارد. شرط میبندیم رستم نه کوره تارش را میشناسد و نه یگان همکورسی دارد و نه یگان بار در درس ها اشتراک کرده است. چون خودت دیدی نخوانده هم میشده است. رستم را هم خودت بر این کردی. گفتی خواندگی ها چی شدن که تو بخونی؟ خدا تیاد نمیگوید دیپلم رو خریدی و یا خوانده گرفتی. آدم خواندگی همین خیل است چی؟ می رود و استراحت هم میکند تا از دروازه برآورده خودش آمین کرده از جایش بر میخیزد و از در میبراید. اما مثل آن که تو را تا دروازه بیرون نکنند، کفشهایت را پیش نمانند، مثل قهار مخکموف، مثل رحمان نبیف، مثل اسکر اکایف، مثل قرمانبیگ بقیف، مثل حسنی مبارک، مثل معمر قذافی و چندین تن دیگر از دیکتاتورها رفتنی نیستی. آدم خواندگی یک فهم و فراست دارد، آخر عیب و آر را می داند. راستی گب من در عمری سرم مثل خودت اینقدر آدم پستغفصی، گردن کلوفتی، جان سختی، کینگیری، گب شنوی، بدنفسی، پست فطرتی ناصرم را ندیده ام. وقتی که تو را توصیف می نمایم، واقعا هم شعری مردمی است به یادم می آید که می گفتند دیروز تپک می زدی، در پاده جفتک می زدی، ای سستک و مستک بگو این سخت کشی از کجا؟ عجب این است که چند روز پیش جلسه در باره جلوگیری از فربه شوی برگزار کرده ای. حیران شدم برای اون که لاغر بشوی. استراتژی دولتی جلوگیری از فربه شوی را قبول کرده ای. شاید این استراتژی را برای خودت و بچه هایت و عبدالجبار رحمانو و چند نفر از گردن کلوفت ها و شکموهای کابینت کرده باشی؟ خوب، واقعا که شماها با این وزن و چربی هایی که دارید باید از فربهی رنج ببرید. اما ملت و مردم بیچاره تاجیک چی؟ طبق معلومات آخری سازمان ملل متحد، 2 از 10 6 میلیون از ساکنان تاجیکستان با کمبود و نارسایی غذا یعنی خوردنی مواجهند. خب دقت دهید، 3 میلیون تاجیک در بیرون از کشور، 2,600,000 تاجیک دیگر مشکلاتی خوردنی دارند. تو باشی از فربهی بداد آمده استراتژی دولتی قبول میکنی، مگر همین کار آدم خواندگی است؟ گاه با خودم فکر میکنم که کی به سرت فکری مدام العمر شدن و باز بجای خودت آوردن رستم آمد. قانون اساسی را خراب کردی. گپ های عبدالمجید دوستیف به یادمون میرسد که میگفت که با قانون اساسی دست نرسونید. وای همین تو را در نظر داشته بوده است بیچاره که چقدر با کرسی و منصب حریصی. اما مردک وری بیا آشکارا بگویم که در این مدت خیلی جمع آورده ای.
گوشنگی های دوره بچگیت هم شاید فراموش شده است، اما همین مادام العمر شدنت مرا باز به همان اندیشه میبرد که حالا همسر نشده ای. برای همین در تمام دستگاه حکومتی فقط از محل خودت میمونی. در یک نوشته خوانده بودم که تنها 7% آدم های دنیا به سن 65 میرسیدند. طبق حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که مضمون حدیث این است، امتی من از 60 تا 70 عمر میبیند. یعنی شکر خدا که 68 ساله شدی، موی سرت ریخته و سفید شده است، اما صورتت را که میبینم همین بیت به خاطرم میزند: چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. و در آخر میدانم که خودت اصلا نه گازیته، نه ژورنال و کتاب میخونی، اینترنت هم نمیدروی، ادناکلاسنیک اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک رو هم نمیفهمی، ولی امروز بچه و دخترها و نبیره های قطار قطارت این برنامه ما رو میبینن. انوشروان برایت واقعا هم این برنامه رو ممکن است که برساند، و یا یکان نبیره دیگرت که بهترین آیفون روی دنیا رو دارد حتما برایتون ممکن است که بابا گفته آمده پیشتون برایتون نشان دهد. شاید بین دخترها و نبره هایت که امریکا و اروپا را خواندند یکان نفر هم باشد که بپرسد: بابا چرا در این دوره تو در سر وظیفه هستی در امریکا کلینتون، بوش، اوباما و اینک ترامپ، در بریتانیا بلر، گوردون، کامرون، تریزا، میا، باریس جانسون و دیگر، در ایران رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، در قرقیزستان اسکر اکایف، قرمانبیک باقیف، اتونبایه و المازبیک اتنبایف و اینک جیمبیکوف ایواز شدند، اما تو هیچ نکی دیگر شوی. چرا آنها قانون اساسیشان را در این 2 ده ساله اخیر چندین بار ایواز نکردند و تو ایواز کردی؟ حتی در قزاقستان هم نورسلطان نظربایف از قدرت رفت و بجای او توقیف آمد. من فکر میکنم که تو خلق را فریب کرده گشته ای. من میدانم که دموکراتیا این خل نیست بابا جان، خودت رنگی ستالین و رنگی برژنف بابا جان حکومت داری کرده استوده ای، و حالا میخواهی تغمان رستم را که درست دوره جوانیش را رانده نتوانیست بجای خودت رئیس بمونی، و مثل حیدر و الهام علیف ها صورت هایت در همه جا من آر میکشم. در تیوه ها فقط خودت، در گزیت ها فقط خودت، در دیوار خانه ها و کارخانه ها و حتی دیوار کارگاه دخت شلوار و تولید مینرال که سیاما و سیخ پراینیک براری در میان زمین و بالای کوه و پشته ها داخل انگورباغ ها، خلاصه همه جا صورت های تو را آویزان کرده اند. ای بابا جان با خدا عیب است. بابا جان اکنون گذشته سخت و وزنینت را فراموش نما. من به یک چیز حیرانم، حالا ما یک گله خلا بچه و 2 تغه هم داریم. قانون تو کتی همدیگر مونه گرفته نمیتونیم. خودت دختری تقایتون رو، بی بی عزیزمایم رو گرفته ای، همه بچه هایت سالم و بردمند. چرا مردم کشور ما و ما رو من کرده ای؟ دسترخانمون رو بین چی خیل است؟ دسترخان سالهای دنغرت همین طور بود؟ اصلا قابل قیاس نیست. برای همین من رسمن برایت از نام خودم و از نام مردم تاجیک نوتا آوردم. با مناسبت روز تولدت بابا جان این نوتا را که محمد اقبال صدردین نوشته و برایتان این نبرات رسانیده است، و التماس به یک خلاصه بیایید و این ملت را رها کنید تا این ملت تواند نفس آزاد کشد و تواند به خانه و کاشانه های خودشان برگردند و توانند مثل یک ملتی با ناموس و یک ملتی کهن بنیاد در وطن خودشان آرامانه زندگانی نمایند. امیدوارم که این نوتای ما به امام علی رحمانوف میرسد و یا او را برایشان میرسانند و کمی هم باشد فکر می نماید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.